عرض سلام و تقدیم بهترین ارادت ها حضور شما بینندگان ارجمند. به بخش دیگری از برنامه های زنده امروز میپردازیم. ما جناب یوسف رو در سوره یوسف تا دم زندان همراهی کردیم و ایشان رو با دو نفر جوان بردیم به زندان و اونجا تحویل دادیم و بعد خبر شدیم که در زندان دو جوانی که با ایشان به زندان دفتر که ایشان زندان برده بودن، ناگفته نماند که ایشان مورد تقاضا قرار گرفته بودند که نیاز جنسی سرکار لیه خانم زلیخا رو برطرف کنند و این کار رو قبول نکرده بودند، به علت اینکه یقینی به وجود حق داشتند و این یقین مانع شد که ایشان هم که دارای هوس بودند، از خود حضرت یوسف هم بیمیل نبودند که یک لذت جنسی از جناب زلیخا ببرند. اون رو سرکوبی نکرده بوده و هنوز نفس او هم در سرکشی باقی بوده و هنوز تمایل به تجاوز در وجود او بوده، اما به لحاظ داشتن اون یقین در برهان و یقین در شهود و یقین در وجود حق، اون ترس نه ایمان مانع شده بود که نفس اماره او بتواند دارای فعلیت بشود، ولی نفس اماره او وجود داشت. مهار اول به نفس اماره او زده شده بود که جلوگیری میکرد از فعلیت نفس اماره، نه از موجودیت نفس اماره، که موجودیت نفس اماره موکول به داشتن ایمان است. یعنی انسان از باور خودش و اعتقاد خودش به جایی برسه که متکی به باور خودش باشه و در این اتکا احساس امنیت بکنه. اون را نداشته یوسف. بعد از این واقعه که به رسوایی میکشه و نهایتاً به تبرئه یوسف میکشه و عزیز مصر شوهر جناب زلیخا، زلیخا رو محکوم میکنه به هوس داشتن، نه به زنا کردن، به هوس داشتن، و به او اختار میکنه که هوس رو در خودش بکشه و هوس باز نباشه. و از غلام خودش یوسف هم به نحوی عذرخواهی میکنه، خیلی ملایم و خفیف جریان تمام میشه، سر و صدا در شهر بلند میشه، زنهای شهر، زنهای اشراف که دور هم جمع میشن و معمولا نه اشراف کاری دارن انجام بدن نه زنهاشون، الان هم همینطوره، زنهاشون غیبت میکنند و دور هم جمع میشن و لباس میخرن و کفش میخرن و چه میکنند و اینها، مردها هم یا پوکر بازی میکنن یا گلف بازی میکنن، اون وقت هم همین دور بود. و زنها که دور هم جمع میشن، زنهای اشراف، بیکار و بیار مال مردم رو میخورن، حرف مفت میزنن، الان هم همین کار رو میکنن مردها و زنهاشون. راجب زن عزیز مصر صحبت میکنم، میدونی راستی خالشون چی شد؟ بله بفرمید. خانم اینطوری کرد اونطوری کرد، سر صدا به گوش زلیخا میرسه، میبینه که آبرو حیثیتش رو بردن و در موردش قضاوت کردن که زن سبوکسری، هوس باز، بچه باز در واقع، چون خیلی جوان بوده یوسف، غلام بوده دیگه، غلام یعنی پسر جوان. نتیجتا زلیخا فکر میکنه که از موقعیت خودش دفاع بکنه، زنها رو دعوت میکنه و متکا و پشتی و مخته و اینها میگذاره و دیگه سیب و پرتقال و همه چی هم فراهم میکنه و چاقو هم فراهم میکنه که این سیب و پرتقال رو پوست بکنن. معلوم اون زمان هم چاقو بوده هنوزان، ببین چقدر 1500 سال پیش هم چاقو وجود داشته، خیلی مهمه، به هر حال قبلش هم بوده البته. خلاصه یوسف رو بزک میکنند و بهترین شکل یوسف رو به وجود میارن و عطر و پودر رو همه اینها بهش میزنن و آماده میشه و
خانم زلیخا میگن یوسف بیا داخل شو. یوسف قدم میذاره به اتاق و تمام زنها مات و مبهوت میمونن و در حالی که مشغول شکم پرستی بودن و سیب و پرتقال میخوردن اصلا فرصت نمیکنن که به پرتقال و به دست و به سیب و چاقو نگاه کنن. نگاه میکنن به یوسف، نتیجتا تستاشونو میبرن، زخم میشه دیگه، مثلا برشی که نه ببرن بندازن دور دستشونو، ولی میبرن و بعد پشیمان میشن از اینکه این اتهام رو زدن به زلیخا و خود اونها هم صدا میشن با زلیخا، میگن ما هم بازی از چیزی کم نمیاد که هم پلوی زلیخا بخواب هم پلوی ما مستحقون. و اکثرشون هم شوهر داشتن، نشون میده که چقدر اخلاق در جامعه اون روز حاکم بوده. از نتایجی که از این داستان میگیریم، چون دختر بچه که نبودن، همه زنهای شوهردار، زنهای اشراف شهر بودن، همه زنهای اشراف شهر پیشنهاد میکنن به یوسف که بروشون بخوابه. این معنای نجابت، معنای عفت و عصمت در جوامع استکباری است. الان هم همینطور هستن. و بعد به یوسف دو تا پیشنهاد میکنن، یا پلوی ما زنهای بیچاره محتاج بخواب یا برو زندان. و یوسف میگوید که خدایا این زنها رو منصرف کن و منو به زندان بنداز. چقدر استقبال میکنه که یک راه مفری براش آماده کردن که اینها منصرف بشن و منو به زندان بیاندازن و همین کار رو میکنن. یوسف بیگناه و بدون اینکه عملی انجام داده باشه، خلافی کرده باشه، وارد زندان میشه برای طغیان و سرکشی از امر مولای خودش جناب زلیخا. در طول این داستان قرآن این حقیقت رو بازگو می کند که ما با دو تا یوسف طرف هستیم، همونطور که در ساعت قبل گفتم. یک یوسف بیرونی هست که فرشته است، مقاوم، محکم مثل فولاد و غیر قابل تسخیر. یک یوسف درونی هم هست که اون یوسف درونی یوسفی است که مثل همه آدم هاست و بارها اظهار میکنه که من نیاز دارم به خدا. میگه تو منو منصرف کن در بار اول، بعد میگه من دیگه نمیتونم منصرف بشم، من الان شهوت وجودم رو گرفته، اینها رو منصرف کن که منو بندازن زندان و الا من نسبت به همه اینها احساس شهوانی دارم. یوسف ولی از ترس جلوی خودش رو می گرفته، نه از ایمان. برای بار چندو مؤمن بوده، بنده خالص بوده، ولی ایمان به مفهوم این نیست که در تمام جوانب و زوایا دارای ایمان باشه، دارای امنیت به باور خودش باشه، چنین چیزی نبوده. اما خالص بوده، مؤمن هم بوده، البته قرآن میگوید. در زندان با او دو جوان به زندان میفتند. یکی از این جوانها خواب میبینه که انگور رو فشار میده در کارخانه عصاری، انگور کار میکنه، مثلا از فشار دادن انگور و عصاره انگور گرفتن شراب میسازه. من دیدم در خواب دارم عصاره‌گیری میکنم. اون دومی میگه من در خواب دیدم که نان روی سرم بود و پرنده ها میامدن نوک میزدن و نان رو میخوردن. حالا تعبیر این خواب چیه؟ یوسف پاسخ میده به اینها که من خیلی زود به چشم هم زدنی، قبل از اینکه غذا بخوریم و اینها، من خواب شما رو تعبیر و تعبیر میکنم و ضمناً من این دانش رو، دانش خواب بینی رو، دانش تعبیر خواب رو پروردگارم به من آموخته، از او آموختم و یک علم خدایی است در واقع. من این رو در ازای دست مزدی گرفتم که موحد شدم
یعنی من دین کسانی رو که خدای واحد رو قبول ندارن، قیامت رو هم قبول ندارن، من هم دین اونها رو قبول ندارم. دین من دین باور به خدای واحد و دین من دین باور به معاد است. میپردازیم به آیه شماره 38، ولی قبل از اینکه به آیه 38 وارد بشویم، مطلب مهمی از آقای دکتر آریافر دریافت شدی که میپرسند که با توجه به فرهنگ جدید که بر ما حاکمه و با توجه به ماده‌گرایی بشر به خصوص جوانان و با فاصله گرفتن دنیایی که امکانات تکنولوژی اونها رو از امور معنوی ظاهراً دور میکنه، تکلیف جامعه برای برگشت به دین یا شریعت اسلام چگونه است؟ به نظر من در چند بخش، هر بخشی یک قسمت کوتاهی از پاسخ هم رو تقدیم میکنم که هم مسیر برنامه منحرف نشه و هم اسای ادبی به حضور آقای دکتر نشده باشه. من تصور میکنم که اولین کاری که ما میکنیم برای خودمون باید معنی دین و تکلیف دین رو روشن بکنیم که دین چیه. بزرگترین اشکال ما در فهم به دین و در آموزش دینه. ما اشکال اساسیمون اونجاست. ما خودمون نمیدونیم دین چیه و اون اطلاعی که ما از دین داریم کاملا نه تنها با دین متفاوته که مغایر و ضد دینه. دین بر اساس عدالته، دین بر اساس عقله، دین بر اساس شناخت نیاز و رفع نیازه. کدام یکی از اینها در دینی که ما میشناسیم وجود خارجی داره؟ دینی که ما میشناسیم به جای دین تحقیق، دین تقلید، به جای دین رحمت، دین زحمت، دین خرافی است، دین وحشت، دین زورگویی است، دین حبس بشر و حبس ذهنیت بشر و دینی که دیوار ایجاد میکنه جلوی تکامل بشر، جلوی تعقل بشر، دینی است که تعقل رو حرام میداند. در صورتی که در دین واقعی تعقل پایه ساختمان دین است. منظور این که ما درباره دو چیز متضاد و متباین سخن میگوییم که نه تنها اینها با هم متفاوتن، اینها با هم متغایر هستند، اینها متضاد هستند، اینها نافی هم هستند، یکی دیگری رو نفی میکنه. اون چیزی که در بازار عرضه میشه ضد دین رو ما به جای دین معرفی میکنیم و این ضد دین چون نه عقل رو قبول داره، نه منطق رو قبول داره، نه عدالت رو قبول داره، نه واقعیت رو قبول داره، هیچ کدام از اینها رو قبول نداره. وحشت، خرافه، زور، استبداد، قانون جنگل، عدم وجود رحم و شفقت، ایجاد رعب و وحشت در جامعه و تزریق خرافه برای جلوگیری از تعقل. ما دین رو از کی یاد گرفتیم؟ شما به اطرافیان خودتون آقای دکتر آریافر نگاه بکنید و ببینید اطرافیان شما، من خانواده شما رو میشناسم که افراد تحصیل کرده هستن، جز به تحصیل کرده ترین قشر جامعه هستن و در کار دین هم تحقیق میکنن. کدام یک از اقوام خود شما که یا استاد دانشگاه هستند یا در ردیف اون و دینی هم هستن اکثرشون، البته توشون متوسط هم داره ولی اکثرشون پابند به دین هستن، کدام یکی از اینها دین صحیح داره؟ کدام یکی از اینها توانسته که به دین خودش تکیه بکنه؟
کدام یک از اینها توانسته در اتاق رو ببنده، در خلوت خودش بنشینه و راست بگه به خودش و به خدا: من این دین رو قبول دارم، من این لاتعالات، من این مزخرفات، من این زورگویی ها، من بیعدالتی ها، من این چرندیات، من این حرف های ضد عقل و ضد دانش و ضد معرفت و ضد منطق رو به عنوان دین قبول دارم. حالا شما قشر تحصیل کرده هستید، آقای دکتر آریافر دکترا دارن در فیزیک مکانیک فکر میکنم، و علاوه بر این شاید که دکترایی نگرفته در حد دکترا و شاید مافوق دکترا تحقیقات در جامعه شناسی و در روانشناسی دارند و بسیار بسیار در اون قسمت پیشرفته هستند. حالا خود شما دینتون رو از کجا آوردید؟ شما توی خانواده متدین به دنیا آمدید، مسلمان هم هستید، دین خود شما چیست آقای دکتر آریافر؟ جز دین خرافه، دین خشونت، دین اوهام، دین ابهام، دین موهومات، دین تقلید، دینی که سد راه تعقل شماست، دینی که در شما شرم ایجاد میکنه، دینی که خجالت میکشید از دین داشتن، دینی که پنهان میکنید او رو در پستوی ذهن خودتون، دینی که از خودتون پنهان میکنید چه برسه از مردم، دینی که از داشتنش خجالت میکشید ولی گرفتار آمدید، درست مثل یک آدمی که مادرش فاحشه بشه، چیکار کنه این فاحشه رو؟ محکومش کنه، شلاقش بزنه، اعدامش بکنه، چه بکنه با این زن؟ مادرشه. دین به صورت اون مادر برای مادر آمده، مادر فاحشه. این است که وقتی شما صحبت می کنید که جامعه چه راه حلی داره که از این جامعه‌ای که تکنولوژی رو به کار می بره در تحصیل ثروت و قدرت و شهوت، یه جامعه در اون جهت حرکت می کنه، دین مثل دین اسلام یا بقیه دین ها هم یکی از یکی بدتر، اینها چه نقشی دارن و چگونه ما می توانیم که این دین ها رو در مقابل این امتیازات اینها عرضه کنیم؟ یک جوانی که دستش روی تلفنه و پاش روی گاز ماشینه و پولهاش توی بانکه و صبح تا شب یا تکس میکنه یا تلفن میکنه و پول در میاره و خرج میکنه و میرخصه و کابره میره و دوست دختر و دوست پسر رو در این شلوغی ترافیک ذهنی داره زندگی میکنه و موفق هم هست، ما اینو بیاریمش بگیم بیا دعای کمیل بخون، بیا سینه بزن. شما سوالتون اینی که چطور اونو بیاریمش تو؟ چرا بیاریم آقای دکتر آلیا؟ مگه خدای نکرده ما مریض روحی هستیم؟ چرا این کارو بکنیم؟ ما راجع به یک دینی صحبت میکنیم که قرآن میگوید که قال رسولو، رسول میگوید که ان قومی، این قوم من، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قوم من این قرآن رو به زندان افکندند و او رو دور از دسترس مردم قرار داد. این سوال اول من از شماست، ما راجع به کدوم دین صحبت میکنیم؟ این دوتا دین یکی نیستند و در یک نقطه آقای دکتر آریافر، در یک نقطه این دو دین با هم دیگه در توافق نیستن، در یک نقطه اشتراک نظر ندارند، کاملا متغایر و متضاد با یک دیگر هستند و وجود یکی نفی وجود دیگری رو میکنه. ما اول تکلیف دین رو باید روشن بکنیم. اگر مقصود شما همین دینی است که ما میشناسیم، نه جوانها نه پیرها
جامعه به طرفی حرکت میکنه که این مهملات رو در هیچ کس نمیپذیره. و این به نظر میرسه که این نسل فعلی هم که بمیره بره، نسل بعدی نسلی خواهد بود که با اصل و فرع دین در مخالفت خواهد بود. اما اگر راجع به دین قرآنی صحبت میکنیم، دین قرآنی به نظر من امکان رها شدن از زندانش خیلی کمه. البته من به عنوان یک مسلمان امیدوار و به عنوان یک مسلمان معتقد، من اجرای امر خدا رو میکنم، چون معتقدم که نیروی خدا شامل حال ما خواهد بود و بعد هم اگه نباشه خودش مسئوله. در دین من، دین من دین قرآنی است و من با اعتقاد به قرآن فکر میکنم که اون کاری که به من گفته بکن میکنم. اما من چون راست حرف میزنم، دروغ کسی میگه که میترسه، دروغ کسی میگه که از خودش خجالت میکشه یا از دیگران خجالت میکشه. من نه از خودم خجالت میکشم نه از دیگران خجالت میکشم، نه چیزی کم دارم که از دیگران بخواهم، نه احساس شرمی میکنم از دیگران، نه خجالت زده خودم هستم نه خجالت زده دیگران. این است که من احتیاجی به دروغ گفتن ندارم، راست میگویم. در سخن راست من این ناامیدی وجود دارد. یعنی من از یک سو اجرای امر خدا رو میکنم، گفتم امر به معروف بکن، عبادت دیگه، منم گفتم من متعهدم عبادت بکنم، تعهد کردم عبادت میکنم، عقیده هم دارم به قرآن که این کتاب مال این دنیا نیست، از دنیای دیگه آمده. حالا درست یا غلط این اعتقاد منه. در این اعتقاد به قرآن و در عین داشتن اعتقاد به لزوم و وجوب عبادت در نزد خدا، به این فکر هم هستم که تا حدودی هم ناامیدم. و گاه گاه روزنه هایی میبینم روشن. امروز از اتاق فرمان، ما یک تیمی در اتاق فرمان داریم، سرپرستی دارن. امروز سرپرست تیم اتاق فرمان به من میگفت که تعداد نمیدونم بینندگان یا چی و اینها، درست یادم نیست، رقم 85,000 شنیدم. خب اینها امیدوار میکنه منی که برنامه رو مثلا 85,000 نفر دوست دارن، ولی تعدادی بیشتری میبینن، خیلی ها دوست ندارن. این تعداد آدم دوست داره برنامه رو، خب این امید میده یک مقداری، چون من فقط در اینجا اسلام قرآنی درس میدم. خلاصه کنم عرضم رو که از مطلب دیگران هم دور نیفتم، پاسخ شما اینطور داده میشه که اگر منظور شما اینه که جوانها کی به دین اسلام و به شریعت اسلامی به شرحی که در جامعه وجود داره کی به این دین در میان، هیچ وقت. بپرسید کی از این دین خارج میشن، خیلی زود. اما این پاسخ شماست، تمام میشه. هر یک دین دیگری که کاملا دین جدید و ناشناخته است، اسمش دین قرآنی است و جامعه و اکثریت مردم از اون بیخبر هستند، اون دین اگر باب بشود، اون دین اگر مرسوم بشود، این امید هست که این افراد به اون دین گرایش پیدا بکنند. کی گرایش پیدا میکنند؟ اگر اون دین رو بشناسند. کی میشناسند؟ بسیار بسیار ناامیدانه است، شاید هیچ وقت. چرا؟ برای اینکه هم امام حسین، هم شمر، هم یزید، اینا همشون یک لباس می پوشیدن. الان هم همینطوره. الان همه یزیدها لباس حسین می پوشن، چون لباسی به نام لباس یزید طراحی نشده.
لا تلبس الباطل بالحق و لا تلبس الحق بالباطل، ابطال حق با باطل هنوز هم انجام میشه. یعنی الان اسلام دروغ با اسلام راست یک اسم داره، اسلام های دروغ هم قرآن دستشونه، همه یزیدها لباس حسین تنشونه. این نکته بسیار مشکلی که شما چطور در بازار به مردم حسین معرفی میکنید و حسین میفروشید در حالی که مردم تعداد زیادی یزید رو با لباس حسین دیدن و با لباس حسین شناسایی کردند. دن این حسینه؟ نه آقا اشتباه میکنی، اون حسینه. میگیم اون یزید آقا، میگن نه آقا هم اسمش حسینه هم لباس حسین پوشیده، قرآن هم دستش گرفته، سینه هم میزنه. آقا یا آسی شما دیوانه شدید مگه؟ یزید مگه سینه میزنه؟ بله سینه میزنه، هم میزنه، آشرشتم میخوره، قیم پلو هم میخوره. بله بله، اونجاست که مشکل ایجاد میشه که الان شما بند یک نفر رو از اسارت پاره کردی. این مدتی که در اسارت بوده جز اسارت چیز دیگری نیاموخته. الان شما این اسیر ذهنی رو وقتی که بند اسارتش رو پاره میکنی و رهاش میکنی، این پرندهی که 40 سال پرواز نکرده، حالا شما بندش رو پاره میکنید میگید برو، مگه عقاب نیستی؟ میگه چرا؟ خب برو به آسمون هفتم. میگه من عقاب هستم، پر هم دارم، ولی من اصلا پرواز بلد نیستم. شما یک بچه‌ای که به دنیا میاد اگر گوشش کر باشه زبانش هم لال میشه، اگر غیر از این است، اگه زبان نداره. مگه آدم های لال زبان ندارن؟ زبانشون از من و شما هم درازتر آقای دکتر، سالمتر از من و شما هم هستن. آرواره و فک و زبان و سیستم مکانیکی اینجا کامله، ولی صدای حیوان در میاره، غیق و غوغ میکنه وقتی حرف میزنه. چرا؟ برای اینکه مغز این آموزش صدا رو دریافت نکرده. ما در اثر شنیدن گفتن یاد میگیریم، برای همین هست که آدم هایی کر همشون لال هستن. ما در جامعه نسبت به معارف دینی و واقعیت دینی کر هستیم، بنابراین لال هم هستیم. حالا شما از این آدم لال و کر، از این عقابی که از روزی که به دنیا آمده بالش رو بستن، حالا عقاب پیری شده، حالا شما به این عقاب پیر میگین مگه در استعداد تو پرواز قرار نداره؟ چرا قرار داره؟ خیلی خوب پرواز کن. میرم نمیتونه پرواز کنه. پرواز مثل سخن گفتن، باید یاد میگرفته که بتونه پرواز کنه. نه خیر، پرواز نمیکنه. یا آقا در استعداد، چرا استعدادم دارم، عقاب هم هستم، بالم هم سالمه، ولی تعلیم پرواز ندیدم. این آدم هایی که ما دور خودمون جمع کردیم، من نه، آدم هایی که ملاها دور خودشون جمع کردن به نام مسلمان، اینها همه همون عقاب هایی هستند که بال اینها رو بستن، همون آدم های کری هستند که هیچ چیز نمیشنوند، چون نمیشنوند لال هم هستند، نمیتوانند بگویند، نمیشنوند نمیگویند، فقط مثل الاغ دلا شدن و سواری میدن به ملا. حالا سوال شما اینه که ما چطور جامعه رو بیاریم و به اینها دین ملایی یاد بدیم؟ مثلا پیشنهاد نمی کنم که چنین کاری بکنیم. ما با همین کار داریم مبارزه میکنیم. چون من آدم درستی نباشم پیش شما، جواب من اینه که ول کنید است. مردم بی دین باشن به مراتب شرف داره تا این دین خرافی رو داشته باشن. این جواب اول. اما اگر بخواید که اینها دین توحیدی یاد بگیرن، ارزش‌های اخلاقی رو یاد بگیرن،
اسلام به معنای تسلیم شدن به فرمان خدا، نه تسلیم شدن به امر ملا. تسلیم شدن به امر خدا را اگر مردم قرار شد فرا بگیرن، اون وقت یک نهضتی لازمه که انجام بشه و بعد هم ناامید هستم. حتی در حضور اون نهضت من ناامید هستم، برای اینکه این آدم ها بهشون میگی چی بهشون میگید؟ میگید آقا بیا دین قرآن رو یاد بگیر. میگه کدوم قرآن؟ قرآن جدیده؟ میگه نه، همون قرآنیه که دست آقای ولی فقیه. خب جوابتون معلومه، چی جواب به شما میده؟ میگید با کدوم قرآن؟ میگه با همون قرآنی که در مشهد فاحشه خانه باز کردن به نام امام رضا و سهم فاحشه گیری رو به امام رضا میپردازن، به ولی فقیه میپردازن، به حکومت اسلامی میپردازن با قرآن. به شما میگوید اون دانشجویی که شما دنبال اون دانشجو هستید که عصر جدید به وجود بیاره، اون از شما سوال میکنه که دین تو چه دینی است؟ پاسخ میدید به اینکه دین من دین ملایی نیست، دین قرآنه. میگه همون قرآنی که در مشهد برای مسافرت از زیرش رد میشن، همون قرآن. از زیر این قرآن رد میشن و یک ساعت صیغه میکنن، همون قرآن. این قرآنت هم بنداز برای خودت. ملا و قرآن از دید مردم یکیست. شما این مکاتباتی رو که مردم با ما میکنن ببینید، این همه به این حرفا گوش میده، آخرش میگه حاج آقا عباد کو، به من میگن حاج آقا امامت کو، حاج آقا از ولایت فقیه چه خبر، حاج آقا دیشب که پلو آقای خامنه ای بودید چه گفتید و شنیدید. از این حرفا تو ایمیل من نگاه بکنید، صدها از اینها. گوش میدن به برنامه ولی کر هستن، نمیشنوند و فکر میکنن که من دیشب پلوی خامنه ای بودم. میدونید درباره من چی میگن؟ میگن جمهوری اسلامی از نظر تئولوژی و از نظر دینی، ایدئولوژی دینیشون با شکست مواجه شدن. یک سری مأمور مثل آقاسی به آمریکا و این طرف اون طرف فرستادن که از این طریق و از این شیوه وارد بشه و دین از دست رفته رو دو مرتبه ببش اصالت و شخصیت بده. این اتهام من و چند نفری دیگه است. اونها رو من نمیدونم، نمیشناسم، نه قبول میکنم را رد میکنم، ولی در مورد خود من کلام من رو نمیشنون، برای اینکه کر هستن. این است که اگر ما قرار هست که مردم رو دعوت بکنیم به دین قرآنی، که من در اون کار الان شاغل هستم و بسیار آرام پیش میره، با شک و تردید فراوان پیش میره و متاسفانه راهی رو که ما در پیش داریم راه آسانی نیست. شما مجسم بکنید که در یک کشوری مینگذاری کردن، دشمن حمله کرده، مینگذاری کرده، حالا عقب نشسته. درسته که شما کشورت رو پس گرفتی آقای دکتر، ولی سراسر این کشور پر از مینه، مینهایی که زیر خاک پنهان کردن. چطور شما جرأت میکنی از روی این زمین رد بشی؟ یعنی در حالی که بندی به پای شما بسته نیست، شما در یک فضای آزاد زندانی هستی که از روی مینها نمیتونی عبور بکنی. من الان در اون محوطه هستم، من الان در اون مرکز هستم که ظاهرا دیواری و زندانی دور من نیست، اما هر لحظه ممکن است که ذهنیت انفجاری به وجود بیاد در اثر مینهایی که با خرافه و خشونت به نام دین در اطراف من و تو و دیگری و دیگری کار گذاشتن. اگر قرار است که نسل جوان به دین ملا برگردد، بهتر است بر نگردد و بر نمیگردد. اما اگر قرار است که به دین قرآن بازگردد، اون هم بسیار 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 مشکلی. دو تا مشکل بزرگ داره قرآن. یکی این که غریبه است،
مردم میگن حالا سر پیری بیام باز دینم رو عوض کنم، چون هرچی قرآن رو میخونه میبینه این قرآن با این مطلب دینی که تا حالا داشته زمین تا آسمان فرق میکنه، زمین تا آسمان. خب میگه من با یک دین جدید غریبه دارم آشنا میشم، این دیگه چه بازیه؟ یعنی همه این افراد به من میگفتن دیگه. من تو برنامه تلویزیون پارس با آقای میبودی و اون چند نفر دیگه که بودم، آخرین دفاع مردم، و آقایی بود یهودی بود، اون زردشتی بود، باهایی بود، مسیحی بود، بیدین بود، چند نفر بودن، همه اینها میریختن سر من. یه نفر وقتی هیچ جواب نداشتن بدن، البته اینها هر کدومشون 10 دقیقه وقت داشتن، میشد 50 دقیقه، همشون هم از من سوال میکردن. وقتی من میامدم جواب بدم 3 دقیقه وقت داشت، بعد آگهی شروع میشد، بعد شوخی های آقای میبودی شروع میشد، بعدم میرفتیم به هفته دیگه. فقط اونها فرصت داشتن اتهامات وارد بکنن، قرار نبود که من جواب بدم. اما در اونجا هم وقتی از اینها سوال میکردیم جوابی نداشتن بدن، جز این که به من بگن تو بیشتر میدونی اسلام میشناسی یا محمد، تو بیشتر اسلام رو میشناسی یا عمر، تو بیشتر اسلام رو میشناسی یا علی. تو من نمیدونم عمر چقدر اسلام رو میشناخته، من نمیدونم علی چقدر اسلام رو میشناخته، من میدونم خودم اسلام رو چقدر میشناسم. شما لابد هر شب با علی و عمر شام میخورید، بهتر میدونید از من. چه میدونم من چقدر اسلام میدونستم؟ شما بهتر میدانید یا اونها؟ من با بهتری و بدتری عمر و علی کاری ندارم، من با قرآن کار دارم. میگم تو قرآن سواد داری، قرآن رو بخونی معنیشه. اما تا جایی که شما یک دانشجو رو بگیرید بیارید این قرآن رو نشانش بدید و بگید ببین این مطلب قرآن است، این مطلب ولایت فقیه است. ولایت فقیه منظور من شخص آقای خامنه ای نیستان، ترسی من از ایشون ندارم، از هیچ کس من ترس ندارم، اما قصد من اون نیست، قصد من این سیستمه، سیستم ولایتی است که ساختن و سیستم محاربه با قرآن و محاربه با خداست. و فقط سیستمی نیست که در ایران باشه، سیستم عربستان بدتر از اون، افغانستان بدتر از اون، پاکستان گندتر از اون، عراق از همه اینها بدتر، مصر از همه اینها منفورتر، لیبی از همه اینها متعفنتر، یکی دوتا نیستند اینها. شما میخواید جامعه امروز مترقی جهان بره عضو داعش بشه؟ اون دین بیشتر براش تبلیغ میشه یا برای تلویزیون پیوند؟ چند میلیارد خرج کردن برای این داعش؟ طراح های بین المللی که در قوی ترین سیستم های جاسوسی دنیا کار میکنند این حرکت ها رو به وجود آوردند. این موهومات و این مهملات و این جنایات و این خرافات و این وحشت ها رو به عنوان دین بر مردم تحمیل کردند و همین خبرگزاری های خارجی در تمام دنیا هم مثل آب خوردن سیل حمایت رو در از اینها در دنیا راه انداختن و اینها رو به عنوان دین رسمی و دین اصیل به دنیا معرفی میکنند. میکنند یا نمیکنند؟ این است که شما سوالی که کردید که آیا ما چگونه میتوانیم در دنیای تکنولوژیک امروز جوانها رو به دین بیاوریم، من عرض میکنم که سوال شما رو اینجور تنظیم میکنم که سوال اگر این است که ما چطور میتوانیم که نسل جوان و جدید رو با موازین اخلاق آشنا کنیم، ما زمانی میتوانیم نسل جوان رو با موازین اخلاق آشنا کنیم که خود ما مفهوم صحیح اخلاق رو به اینها ارائه کنیم و اینها رو متقاعد بکنیم که در دین قرآن اخلاق یعنی عدالت اجتماعی، اخلاق
یعنی آزادی بیان، اخلاق یعنی امنیت بعد از آزادی، اخلاق یعنی حق سفر، اخلاق یعنی حق تحصیل، اخلاق یعنی حق اشتغال، اخلاق یعنی حق تابعیت سیاسی هر کجای کره زمین که خواستی و بسیاری از حقوق دیگر. اگر ما زمانی توانستیم که متقاعد کنیم هر نسلی رو، پیر یا جوان، با سواد و بی سواد، که بازگشت به اخلاق و اخلاق به مفاهیمی که عرض کردم، نه به عنوان یک سری چیزهای موهوم ابسترکت ناشناس، اون وقت میشه امید داشت که مردم رو با دین خدا آشنا کنیم. آخرین سخن من این است که روش به نظر من، متدولوژی این کار، مکانیسم عملی این کار باید به این ترتیب باشه که اول راجع به دین صحبت نکن، فقط راجع به اخلاق صحبت بکنید، قرآن رو هم ببندید، راجع به اخلاق صحبت بکنید، راجع به عدالت اجتماعی صحبت بکنید. وقتی این پایه ها رو در جامعه به کار گرفتید و مردم معتقد شدند، اون وقت قرآن رو باز کنید و این درس هایی رو که دادید با قرآن تطبیق کنید. به نظر من این تنها مکانیسمی است که ما می توانیم جامعه رو با موازین معنوی آشنا کنیم. وقتی که جریان 9/11 به وجود آمده بود، از به اصطلاح نمایندگان دین های مختلف در یک دبیرستان بزرگی در این شهری که شهر پاسادینا، یک دبیرستان دخترانه بود که مدرسه این هم کاتولیکا بود یا پروتستان، مدرسه مسیحی بود، خلاصه دبیرستان بود که خیلی بزرگ بود، خیلی مدرسه بزرگی بود. از تمام دبیرستان هایی که دخترانه بودن در کالیفرنیا اونجا جمع کرده بودن، چندین هزار دختر بودن همشون، منظور اونجا دختر مؤثر، و ملای همه دین ها رو هم آورده بودن، ما رو هم به عنوان ملای مسلمان ها برده بودن. 10 تا 11 تا ملا اونجا بود، برای دین های هندی، بودایی، مودایی، نمیدونم مسلمان، شیعه، سنی، همه چی بود اونجا. همه اینها صحبت کردن و بچه هم خوابیده بودن، اینا هم حرف می زدن تا نوبت من رسید. اون کشیشی که رئیس این مدرسه بود و رئیس این بچه ها بود و مدیر برنامه بود، به ما گفت که نمیدونم شما 7 دقیقه فرصت دارید، 6 دقیقه، از این مزخرفات. تو دلم گفتم حالا صبر کن ببین چه بلایی سرت میارم. رو کردم به بچه ها و گفتم من قبل از اینکه بخوام راجع به دینی که من نمایندگی میکنم با شما صحبت بکنم، میخوام یک دعایی بخوانم و میخوام شما با من این دعا رو بخوانید، ولی قبل از اینکه من این کار رو بکنم متن دعا رو میخوانم بدون حالت مناجات، بدون دستی شما، تنها میخوانم. شما اگر که به اصطلاح موافق بودید با این دعا و اگر آزرده نشدید و به اصطلاح دیسترب نشدید، آزرده نشدید با این دعایی که من میخوانم، بعدا این رو همه با هم میخوانیم. آقای کشیش گفت ولی زودتر این کار رو بکنید، آن وقتتون داره تمام میشه. گفتم صبر کن، آدم باش، صبر کن. سوره فاتحه رو به انگلیسی بدون اینکه اسم قرآن و اینها رو بیاریم برای اینا خوندیم. همه بچه هم گوش میدادن، شاید 4000 نفر، 5000 تا محصل اونجا بود. بعد گفتم که من میبینم اگه دستی بلند بشه، بقیه هم پایین بودن، کسانی دیگه، اونا هم نگاه میکردن، اگر یک نفر در بین شما معارض هست و مخالف هست، من این دعا رو نمیخوانم، سخنرانی میکنم و میرم. یک دست بالا نیامد که اعتراض کنه. بعد گفتم حالا بیایید همه این دعا رو با هم بخوانیم. اون کشیش میدانست که این دعا چیست، هی دور خودش میپیچید و هی بازی در میآورد اینها، ولی نمیتونست دیگه با این موج جمعیت و موج موافقت کاری بکنه.
آقای دکتر آریافر، زمین و زمان می لرزید زیر پای این چند هزار نفر. In the name of God, most compassionate, most merciful. زمین زیر پای این صدا می لرزید تا بالاخره سوره فاتحه خوانده شد. وقتی تمام شد رو کردم به اینها و گفتم شما میدانید که این دعایی که خوندید خوب بود یا نه؟ برای دفعه دوم، دو دفعه تا حالا شنیدید این دعا رو، خوب بود یا بد بود؟ همه دستاشون رو بالا کردن که خیلی خوب بود و اینا، تایید کردن. گفتم این سوره اول قرآن مجید کتاب مسلمین جهان است، همون کتابی که از توش بن لادن بیرون آمده، همون کتابی که ازش طالبان بیرون آمده، همون کتابی که ادعا می شود داعش ازش بیرون آمده. می خواستم بگویم که هیچ کدام از اینها از این کتاب بیرون نیامده. شما فکر می کنید که این سوره‌ای که برای شما خواندم، اگر این سوره مربوط به قرآن باشه، این کتاب که مفتاحش این سوره است، در کار تروریستی دخالت داره یا نداره؟ خدا رو شاهد میگیرم تمام بچه ها بلند شدن و گفتن نه نه، این کتاب نمیتونه که تروریستی باشه. البته مدیر جلسه اومد جلسه رو قطع کرد و گفت این جلسه تبلیغاتی نیست، شما قراری که راجع به صلح صحبت بکنید نه تبلیغ کنید و اینا، شما اجازه ندارید که صحبت کنید. You are out of order به من. شما نمیدونم متخلف هستید یا خارج از قانون عمل میکنید یا اجازه ندارید این صحبت رو، برو بشین. که بچه ها شروع کردن هو کردن، همون کشیش خودشون رو، رئیس خودشون رو. حالا داستان زیاد میگذرم، قطعش میکنم همینجا. میخوام عرض بکنم تنها مکانیزمی که به نظر من میرسه کاری هست این است که ما قرآن و شریعت و تمام عناوین دینی و اینها رو کنار بگذاریم، موضوع اخلاق و تعریف اخلاق، تعریف جامعه شناسی اخلاق رو، تعریف حقوقی اخلاق رو، تعریف فلسفی اخلاق رو، اینها رو با مردم مطرح بکنیم. وقتی پذیرفتن و وارد شدن، بعد از اینکه یک مقداری خلق و خو گرفتن، یک مقداری علقه و پیوند ایجاد شد بین اینها و این مفاهیم، اون وقت همون کاری رو که من در اون جمعیت کردم، بگن این دعایی که میخواندید، این روشی که تا امروز پسندیدید، این دینی که الان اتخاذ کردید، این دین، دین قرآنی است. راه دیگر این است که ما از تئوری ها به عمل بپردازیم. الان تعداد زیادی از افرادی که از جوانهایی که من میشناسم و اینها سرگردان بودند، از بین بیننده های ما پدران و مادران اینها خبر میدن که از همین فیلم هایی که ما نشان میدیم، که اسلام رو در صحنه نشان میدیم، کارگاه اسلامه، که نشان میده یک بچه، یک جوانی، نوجوانی در آلمانه، این جشن تولد که میخواد بگیره، پولش رو میفرسته به کابل، میفرسته به افغانستان، در اونجا 50 تا 60 تا 80 تا هر چقدر که بودجه باشه برای این کار، میرن افراد فقیر، افراد درمانده، افرادی که نه کفش باشه، نه جوراب باشه، نه خوراک خورده، دو سال حمام نرفته، آب فاضلاب میخوره، غذایی توی سطح خاکروبه جمع میکنه میخوره، شبها کنار خیابان میخواد از اونها رو جمع میکنن، اینها رو میبرن حمام، اینها رو شستشو میدن، کفش و جوراب و پیراهن و کلاه نو برای اینها میخرن. در یک رستوران خیلی خوبه چند ستاره موزیک میگذارن، غذاهای خوب مثل چلو مرغ، نمیدونم چلو کباب، از این حرفا سفارش میدن و این بچه ها رو میارن به اینها خوراک میدن و اینها رو میگن این جشن تولد یکی از برادرهای شما در آلمانه. این بچه
با این اخلاق در کارگاه قرآن بزرگ میشه و میپرسه اسم این کارگاه چیه؟ یعنی اسم این کارگاه قرآنه. یعنی شما از کارگاه به کلاس بیاید، از آزمایشگاه مدرسه به کلاس تئوری بیاید، نه از کلاس تئوری به آزمایشگاه برید. به نظر من اگر این کارها رو بکنیم، جامعه با حقایق دین توحیدی آشنا میشه و دینهای جنبی که همه چی هستند غیر از توحیدی، اونها کم کم به جایگاه خودشون باز میگردند. جناب تشکر میکنم از جناب امیر سمین، از جناب دکتر آریافر برای اینکه مفتاح این موضوع مهم بودن. سپاسگزاری میکنم از بعضی از اسمها رو من مثل پربنتا یا اینها اگر که اشتباه میخوانم پوزش میخوام از شما. تشکر میکنم و از جناب عالی برای اظهار محبتتون و همینطور سپاسگزاری میکنم از سرکار خانم امین و تقاضا میکنم که در نوشته هاتون ننویسید که ایشان یعنی من زندگی شما را عوض کردم. بنویسید که حقیقت قرآن زندگی من را عوض کرد. من کوچکتر از اون هستم که زندگی کسی را عوض بکنم. میپردازیم به طرح آیه شماره 38 از سوره یوسف. یوسف به اون دو پسر بچه‌ای که در زندان بودند و خواب دیده بودند و قرار شد که یوسف خواب اونها رو تعبیر بکنه قبل از اینکه غذا بخوره، گفت که من این دانش تعبیر خواب رو به لحاظ ورود به توحید دریافت کردم. این جایزه من در قبول دین توحیدی است و من از کسانی که توحید رو نمیپذیرند و معاد رو نمیپذیرند دوری میکنم، یا از عقیده اونها دوری میکنم، حالا از خود اونها هم ممکن دوری نکنند. و در اینجا یکی از نکات بسیار برجسته اینه که به وجود پیامبر اشاره نمیکنه. کسی که خودش بعداً پیامبر میشه شرط توحید رو پیامبر نمیدانه، یعنی برخلاف دینی که به ما یاد دادن که اصول دین، من نمیفهمم اصول دین یعنی چی، خدا شاهده نمیفهمم، شما میفهمید یعنی چی؟ یعنی بقیه دین چیه؟ یعنی اصلا فروع دین و اصول دین یعنی چی؟ یعنی فرعیتش چه خاصیتی داره که تفاوتی با اصلیتش داره؟ یعنی فرع رو میشه دور انداخت؟ یا اگر شما در فرعیات اشتباه کردی اشکالی نداره، در اصول اگه کردی اشتباه داری؟ من نمیفهمم، واقعا نمیفهمم. قرآن جز اصول دین هیچ چیز دیگری نیست. همه قرآن از اول تا آخر اصول، اصل دینه. قرآن فرع دین نداره، فرع دین حدیثه، فرع دین شیطانه، فرع دین ملاست، فرع دین فقیهه، مفتیه، مجتهده، آیت الله است، اونها هستند. دین فرعیت نداره. این چرندیاتی ری که با آقای دکتر آریافر همین عرض میکردن، شما بینید موهومات در ذهن ما مهر شده. در ذهن خود من اصول دین چند تاست؟ اهل تسنن سه تا، توحید و معاد و رسالت.
نبوت. خب شیعه چه میگه؟ آهان شیعه ادارت رو هم اضافه میکنه، امامت رو هم اضافه میکنه. امامت جزء اصول دین شد. اصول اصلا یعنی چی که شد یا نشد آخه؟ بقیه قرآن چی؟ بریزیم دور؟ انفاق چی؟ انفاق جزء اصول دین هست یا نیست؟ الله اکبر، الله اکبر. میگوید که من دین رو در دو اصل میشناسم. یوسف میگوید توحید و معاد، وجود حضرت حق در سمت احد و صفت صمد، ازلی و ابدی، مستغنی و مطلق. و من معتقد هستم به دوام هستی و دوام وجود، که وجود بی وجود نمی شود. این یعنی معاد. پیامبر چه می کند؟ یعنی یوسف پیامبر قبول نداشته یا داشته؟ نقش پیامبر ارائه توحید است. نقش پیامبر درس توحید است. ما اعتقاد به پیامبر پیدا نمی کنیم. ما اعتقاد به درس خدا از دهان پیامبر پیدا می کنیم برای هزارمین بار. بعد از اینکه یوسف خودش رو معرفی میکنه به اون دو پسر که من چه هستم، ادامه میده به معرفی خودش. حالا شما ببینید که از این مثال رویا و خواب و یوسف و زندانی و اینها چه کلاس درسی شروع شده که دین توحیدی از زبان یوسف داره معنی میشه و تعریف میشه. یک، دین توحیدی عبارت است از باور به توحید و باور به معاد. ادامه پیدا میکند. من، یوسف میگوید، من، آیه شماره 38، من از کیش نیاکانم، من از دین پیشینیان خود، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، از دین اینها پیروی می کنم که یک دین واحد است. سزاوار نیست که ما چیزی رو شریک خدا قرار بدهیم. پس یکی وحدت دین، نفی شرک، این از فضل خدا بر ما و بر همه مردم است. ولی بیشتر مردم شکر نمی گذارن. شکر به معنای شناخت نعمت و شناخت بدهی ما از اون نعمت و پرداخت بدهی. میگوید که توحید، درس توحید و درس معاد که به ما داده شده، اینها نعمت خداست. اینها برتری های ماست. برتری های ما ایمان ماست که خدا به ما داده و این شکرانه داره. ولی بسیاری از مردم شکرانه اون رو نمیپردازن. آیه شماره 38 چنین بیان میکند: واتبعتو، و من تابعیت میکنم، ملت، از دین، آبائی، نیاکان خود، ابراهیم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اسحاق و یعقوب، ما کان، که نبود، لنا، برای ما، ان، سزاوار که نشریک، شرک ببرزیم، بالله، به الله، من، از
شیئین هر چیزی هیچ چیزی رو به خدا نسبت بدهیم و با خدا شریک بسازیم. ذالک این من از فضلی فضل الله هست که اللهی علینا که به ما داده. این از فضل خدا بر ماست و علا و بر الناسی کل مردم بر ناس با همه اینها ولکن و اما اکثر بیشتره الناسی مردمان لا نمی باشند یشکرون شکر گذاران. در آیه شماره 39 یوسف میگوید ای رفقای زندان، آیا معبودهای متعدد بهتر است یا خداوند یکتای قهار؟ یا صاحبی السجنی ای دوستان زندانی من، ارباب آیا ربه های معبود های متفرقون جدا از هم ضد هم مختلف با هم در مقابل هم اونها خیرون بهتر هستند امی و یا الله یک معبود واحدی به نام الله الواحد که واحد القهار قهره ریشه قهره در زبان عربی یک چیزی است در ردیف جبره. یعنی که در واقع کاربرد نیرو در اجرای یک امر. تفاوت قهر با جبر در این است که جبر سلب اختیار می کند، قهر لزوما سلب اختیار نمی کند، بلکه قهر نیرو به اختیار می دهد و نیرو به جبر می دهد. یعنی وقوع یک امر منوط به داشتن قهر در اون قانون هست. یعنی نیروی محرکه و سوخت تأمین یک قرار و قانون و در واقع اهرمی که یک تئوری رو تبدیل به یک عمل میکنه و یک فرضیه رو تبدیل به یک فعل میکنه، اون نیرو اسمش قهره. قاهر به معنای تأمین کننده و تحمیل کننده است که هم تحمیل میکنه و هم تأمین میکنه، هم تحمیل میکنه هم تأمین میکنه. حالا چه فرمان جبر باشه چه فرمان اختیار، سوختش رو تأمین میکنه. وقتی که خدا جبار هست، جبر خدا رو چی تأمین میکنه؟ مگه جبر بی نیرو میشه؟ نیروی جبری رو میگوید قهره. وقتی که یک امری رو مختار میکنه، میگه تو میتوانی این کار رو بکنی، سوخت این توان و فعلیت از کجا تأمین میشه؟ به او میگوید قهر. قهار نه به معنی قهر و آشتی کردنی که ما در زبان فارسی انجام میدیم، به همون معانی است که ذکر شد. حالا شما ببینید که در این آیاتی که ما پشت سر هم میبینیم، دو تا جوان
این پاسخ آقای دکتر آریافر هم هست. دو تا جوان تو زندان دو تا خواب دیدن، گناه کردن، بیچاره های خواب دیدن. یه نفر هم اونجا دیدن به نام یوسف، گفتن آقا شما تعبیر خواب بلدی؟ گفته بله. یکی گفته آقا من تو خواب دیدم دارم انگور میگیرم شراب درست کنم. اون یکی هم گفته من تو خواب دیدم که نون رو سرم کلاغا اومدن میخورن میرن. ببینید یوسف ولکن نیست دیگه. آبه چون میکنید؟ اولا که به اینها گفته نترسین، دور نرین، چون اگه میگفته فردا تعبیر خوابتونه میکنم یا نمیدونم بعد از غذا با هم صحبت میکنیم، میرفتن اصلا، جوونن دیگه. بدن برو بابا نمیخواد تعبیر کنی. گفته همین الان تعبیر میکنم، خوراک نمیخورم، لب به غذا نمیزنم، خواب شما رو تعبیر میکنم، بشین اینجا انا خوابتو تعبیر میکنم. الان دو ساعت گذشته این تعبیر نکرده. توجه دارید به این موضوع؟ که بچه ها نشستن اونجا، یوسف هم نشسته اینجا، بچه ها همش منتظر میرن که این خوابو تعبیر میکنه. راجب خواب چی میگه؟ هیچی نمیگه. راجب توحید حرف میزنه، راجب معاد حرف میزنه، راجب نفی شرک حرف میزنه، راجب بدی شرک سخن میگه، راجب فساد سخن میگه، راجب منطق وحدت سخن میگه، راجب جبر و قهر سخن میگه، راجب معبود سخن میگه، راجب وحدت معبود سخن میگه. بچه ها همینطور منتظرن که خوابشون که تعبیر میشه، ولی داره این دانش رو بهشون میده. اگر کسی میخواهد که روش یوسف رو در زندانی که امروز ما هستیم، امروز ما در زندان هستیم، یوسف باشید در زندانی که هستید. این بچه های ما هم همشون تو زندان هستن. این بچه ها همونهایی هستن که خواب دیدن. بچه های ما همونهایی هستن که خواب دیدن. و ما همون یوسف هایی هستیم که با اینا هم زندان هستیم، هم بند هستیم. و ما الان مسئولیت تعبیر خواب این بچه ها رو داریم. همین سوال آریافر هست که میپرسید، که با این بچه ها چه کنیم؟ این بچه ها آقای دکتر آریافر همشون خواب دیدند، رؤیا دارن برای زندگیشون، و اینها به شما و من پناه آوردن در این زندان که خواب اینا رو تعبیر کنیم. تعبیر کنید خواب اینها رو، اسلام واقعی رو به اینها نشان بدید. خدا احتیاج به اسم نداره. شما همه قرآن رو بیاموزید بدون اینکه اسم قرآن رو بیارید. خدا که شرکت سهامی نداره، خدا که سهام شرکت قرآن رو نمیخواد بفروشه، که احتیاج به اسم داشته باشه. مفهوم قرآن رو بیاموز قبل از اینکه ادا اطفار دینی در بیاری. بگذار یاد بگیره خودش هر ادایی خواست در بیاره. در آیه شماره 40 ادامه میده یوسف، میگوید غیر از خدا آنها معبودهایی را که میپرستید، بچه ها که نمیپرستیدن انشاءالله، اونها که میپرستیدن، غیر از خدا معبودهایی که میپرستید چیزی نیستند جز نامهایی که خود و نیاکانتان به آن داده اید. یعنی موضع، ارزش و قدر و امکان که به معبودهای خیالی داده شده، اینها همه زائیده ذهنیت توست. اون معبود نه وجود داره، نه اسم داره، نه خاصیت داره، نه واقعیت داره، نه حقیقت، هیچ چیز نیست. هر چی هست در ذهن توست، در ذهن کسی است که پیامبر اون خداست.
معبودهایی رو که غیر از خدا مورد پرستش و عبادت قرار می دهید، اینها فقط اسم هستند، لا غیر، اسم، هیچ خاصیت دیگری جز یک اسم. اسم موج هواست، تنین هواست، صوت، اینها غیر از صوت هیچ چیز دیگری نیستند. و این اسمهای تعرفه که قرار دادید روی اینها، یا خودتون این اسمها رو گذاشتی یا پدرانتون، نه اصالت داره، نه ارزش، نه واقعیت. سخنان یوسف است. خداوند هیچ حجتی و هیچ دلیلی در ارتباط با آن نازل نکرده است. حکم و حکمت تنها از آن خداست، در انحصار خداست. او خدا فرمان داده است که جز او خدا کسی را نپرستید. این است آیین استوار، این است دین قیم، دین پابرجا، دین ماندنی، دین ابدی، دین ازلی، دین جاودان. ولی بیشتر مردم آن را نمی دانند. آیه شماره 40. ما تعبدون، نیست، ببخشید، نیست، تعبدون، آنچه را که شما عبادت می کنید، من، غیر از، دونهی، نیست آنچه را که شما غیر از خدا عبادت می کنید، هیچ چیزی، الا، جز، اسماء، اسمهایی که، سمیتموها، آنها را اسم گذاری کرده اید، انتم، خود شما، و آباؤکم، و بیا پدران شما، ما انزل الله، نازل نکرده است الله، بها، برای آن، چیزی، من، از، سلطان، حجت و یا اجازه و یا تأیید و یا جواز، اینی الحکم، نیست هیچ حکمی، هیچ کس دارای حکم نیست، الا، مگر، لله، الله، امر، الله امر کرده است، الا، که نه، تعبدو، پرستید، که نپرستید، که عبادت نکنید، مورد عبادت قرار ندهید چیزی را، الا، مگر، ایاهو، الله را به تنهایی، ذالک، این است الدین، دین، القیم، دین پابرجا، دین آشکار، دین مقیم و دین جاویدان. ولكن، و اما، اکثر الناس، بیشتر مردم، لا يعلمون، علم به آن ندارند، آگاه از آن نیستند. حضرت یوسف همچنان ادامه می‌دهد. و
و بعد در اینجا شروع میکند به بالاخره بعد از اینکه از این فرصت استفاده میکند و موعظه میکند به تفسیر میپردازد. ای رفقای زندان، یکی از شما سرور یا رب یا بزرگ خود را شراب خواهد نوشانید و دیگری به دار آویخته خواهد شد و پرندگان از سر او خواهند خورد. ماجرایی که درباره آن از من نظر خواستید چنین مقدر شده است. چنین مقدر شده است. یا صاحبی السجنی، ای هم بندان من، اما در ارتباط با احدكما، یکی از شما، در مورد یکی از خواب، تعبیر خواب یکی از شما ها، فیسقی ربه، شراب میدهد به ارباب خودش، خمران، می نوشاند ربش را به شراب، و اما و اما در ارتباط با دیگری، خواب دیگری، فیوس لبو، او به صلیب کشیده خواهد شد، فتأکلو، و خواهند خورد، الطیرو، طیور، پرندگان، من، از رأسه، از سر او، قضی الامر، چنین قضای امر شده است، الذی، درباره آنچه فیه تستفتیان، استفتا کرده اید. در این قرآن، در این آیه وز میخوام به چند مطلب اشاره میکند. یکی این که میگوید به تعبیری که میکند قضی الامر اشاره میکند، یعنی امری یا مطلبی یا موضوعی که گذشته است. امروز شاید به اندازه کافی انرژی نباشه که در این مورد به عمق بپردازیم، اما خیلی بحث مهمی است در اینجا در ارتباط با خواب، که اینها زمانی که خواب دیدند مثلا شب قبل بوده، دیشب خواب دیدند، امروز برای یوسف تعریف میکنند. یوسف اشاره میکند به وقوع یک وقایعی در آینده. ملاحظه بکنید، یک خوابی در گذشته دیده شده، گذشته، حال زمانی است که الان خواب داره تعبیر میشه و وقایع مربوط میشه به آینده. یعنی الان ما در سه مقطع زمانی گذشته، حال و آینده قرار داریم. اون چه که در گذشته دیده شده در حال مفهوم میشه و تعریف میشه، مربوط میشود به زمان آینده‌ای که در آینده حکم گذشته داره. ملاحظه بکنید به این واژه قضیه، فرمان داده شده است، قضیه، امر شده است، قضیه، مقدر شده است،
یعنی یک امری که وقوعش موکول به آینده است، حکمش در گذشته صادر شده و قضا شده گذشته. و منتظر اجراست. رابطه زمان و وقوع چیزها یعنی تغییرات مکان، اتفاقاتی که میفته تغییرات مکانیه دیگه، تغییرات ماده است، تغییرات شیء، چیزها عوض میشن، امور عوض میشه. امور هم متکی و مقید به زمان و مکانه. درباره زمان آینده صحبت میشه که هنوز نیامده، ولی واقعی که در زمان آینده اتفاق میفته آمده، یعنی علم به یک واقعه و خود واقعه دو مفهوم جداگانه از هم هستند بر اساس این آیه قرآن. یعنی الان شما علم دارید به اینکه فردا باران میاد و این علم رو در خواب دیدید و این علم به وسیله کسی تشریح و تعریف شده، اما الان که فردا نیست، علم فردا دارید، یعنی سند اجرا و حکم قضا، قضا به معنای گذشتن و انجام شدن و تقدیر شدن، در واقع حکم دادن، حکم وقوع این امر. دیشب که شما در خواب دیدید، دلیل بر این است که قبل از اون این حکم صادر شده که شما دیشب دیدید. اون وقت این سوال رو پیش میاره که وقایعی که در هستی اتفاق میفته، آیا این وقایع از پیش نوشته شده یا از پیش نوشته نشده؟ و اگر نوشته نشده، پس از کجا ما در خواب میبینیم که نوشته، که انجام میشه و انجام هم میشه؟ و آیا میشود که در اون تغییر داد؟ قرآن میگه نه. چرا؟ قضا شده. میگه گذشته امضا شده، رد شده. تیریست که از کمان رها شده، تیریست که در گذشته از کمان رها شده و در آینده قراری که به هدف بخوره. این موضوع جبر و اختیار رو در ارتباط با مکان و زمان که یکی از مشکلترین و پیچیده ترین قضایاست به وجود میاره، که در این زمینه وقتی که انرژی بیشتری باشه بیشتر سخن خواهم گفت. ولی اون چیزی که در اینجا مطرح میشه این هست که امور جبر در اختیار و اختیار در جبر است. یعنی بارها مثال زدم برای شما که اگر ما اختیار رو داخل یک هواپیما در نظر بگیریم، اسمش اختیار باشه، و جوی که، فضایی که این هواپیما درش پرواز میکنه، اون رو جبر نام بگذاریم، یعنی اگر درون این هواپیما اختیار باشه، بیرون این هواپیما جبر باشه. این هواپیما وقتی حرکت میکنه، یک مسافر توی هواپیما به شرق میره، مسافر به غرب میره، میره دستشویی به طرف غرب حرکت میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی اختیار داره دیگه در داخل هواپیما. اختیارش ظاهراً برخلاف جبر هواپیماست. یعنی هواپیما یک حرکت جبری داره، داره به شرق میره، شما یک حرکت اختیاری در دل این جبر دارید، یعنی به طرف غرب میرید. اما تا کجا شما میتونید پیش برید؟ این هواپیما ده ها هزار مایل حرکت میکنه، شما 2 متر 3 متر میتونید جلو برید، بعد متوقف میشید. این رابطه عجیب و پیچیده زمان و مکان، جبر و اختیار،
بزرگترین مشکل بشر از روز تولد بشر تا امروز بود و علم ما به زمان امروز همونقدر ابتدایی و بچگانه است که 10,000 سال پیش این علم رو داشتیم. علم به زمان تغییر نکرده، علم به مکان پیشرفت کرده، ولی هنوز علم به زمان وارد مرحله مکانیسم تحول نشده از نظر معرفت بشر. ما هیچ از زمان نمیدانیم. زمان رو اگر گاهواره و اگر که قالب مکان بنامیم، که مکان روی زمین روی زمان سوار میشه، یعنی اگر زمانی نباشه آیا مکانی وجود داره یا نه، یا برعکس بعضی از فیلسوفان در این مورد اظهار نظر میکنند که زمان قالب مکان نیست بلکه مکان قالب زمانه، که البته فرضیه دوم طرفداران چندانی نداره. در اینجا یوسف اشاره میکند که این اتفاقی در آینده میفته، این اتفاق از قبل طرح و تصویب شده در این خلقت، در این کائنات. پس اگر چنین شده، ما در مورد این حادثه هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم. یعنی یک حادثه قهری است، یک حادثه جبری است. پس تکلیف جبر و اختیار چی میشه؟ در اینجا راه حلی که ارائه میشه، که امروز خلاصه اون را عرض میکنم، بعضی از امور هستند که بر محور زمان به صورت جبری انجام میشه و ما هیچ نوع دخل و تصرفی در اون نداریم. مربوط به ما میشه ولی در جبر حرکت میکنه. بعضی از امور هست که مربوط به ما میشه و در اختیار ماست. خواب وقتی کسی راجع به آینده میبینه، اگر خوابی باشه که قابل تعبیر باشه، خواب رو در امور جبری میبینه. یعنی وقایع جبر رو فقط میشه در خواب دید. منظور من رسیدن به این نتیجه است و گذشتن از این آیه. هیچ کس خواب و رؤیای در اختیار نمیبینه، چون اختیار هنوز انجام نشده، اختیار قضا نشده، اختیار حکم راجبش صادر نشده. به چیزهای حکم صادر میشه که اختیار درش نیست، و اون چیزهایی رو ما در خواب میبینیم که درش اختیار وجود نداره. ما هیچ وقتی در خواب نمیبینیم که فردا من در امتحان قبول میشم یا رفوزه میشم. هیچ کس نمیتونه اونو در خواب ببینه. هر کیم بگه میبینم دروغ میگه. چرا؟ چون به اختیار بستگی داره. به اختیار کی؟ به اختیار بیننده. البته شما اختیارات دیگران رو میبینید در خواب، ولی اختیار خودتون رو نمیتونید نسبت به آینده ببینید که من فردا امتحان میدم قبول میشم یا رفوزه میشم. این در اختیار شماست، این تصمیم شماست. در اون اختیار کمی که شما دارید، فردا اگه درست جواب بدید قبول میشید، غلط جواب بدید رفوزه میشید. خواب و امضای خواب، تقدیر خواب و تصویب طرح وقایعی که در آینده اتفاق میفته فقط در باب جبر امکان وقوعش هست. در این آیه میگوید ای زندانیان من، هم زندانی های من، هم بند های من، در ارتباط با یکی از شما که درباره انگور سوال کرد، سقایی خواهد کرد ربش را با خمر، یعنی شراب خواهد داد به اربابش. و اما دیگری در مورد تعبیر خواب دیگری، فیصلبا، به صلیب کشیده خواهد شد، فتأکلوا، و خواهند خورد، الطیر، پرندگان، من، از،
رأسه سر او قضی الامر امریست که طرح اجرای آن صادر شده تقدیر شده الذی و این است در ارتباط با آنچه فیه تستفتیان تقاضای استفتا کردید یعنی فتوا خواستید در اینجا به این نتیجه می رسیم که تعبیر و تعویل نوعی فتواست یعنی فتوا مربوط به فهم تعویلی و تفسیری یک امر می شود نه فهم قانونی و اجرایی یک امر یعنی اساس استفتا بر مبنای دانش و بر مبنای فهمه که آقا فتوای شما در این مورد چیه؟ یعنی از این مورد چی میفهمی؟ مردم فهم من و تو نمیتواند قانون باشد ممکنه فهم درست باشه ممکنه فهم غلط باشه هرچه هست قانون نیست و علت انتقاد ما و علت نفی و رفع اعتبار مفتی و اینکه ما مفتی رو دزد و متجاوز و بیدین و مشرک می نامیم به خاطر این است که اولا که نفهمه ثانیا اگر فهمی هم داشته باشه فهم خود رو قانون می نامد یا مجتهدی که اجتهاد خود رو قانون می نامد یا فقیهی که فقه خود رو قانون می نامد یا عالمی که علم خود رو قانون می داند اونجا من با اینها در اختلاف هستم و هیچ یک از این روشن فکرانی که شما صداهای اونها رو می شنوید با این صراحت راجع به این موضوع اظهار نظر نمی کنه آیه شماره 42 یوسف به آن کس که گمان رهایی داشت حکمشو داده بودم مرخص میشد داشت مرخص میشد که رها بشه بره گفت مرا نزد سرورت مولای خودت رب خودت ارباب خودت اونی که دیدی اونجا منو به یاد بیار یه چیزی هم راجع به ما بگو ما رو آزاد کنن آقا دو این زندان رو دید خب چشم کاری میکنم ولی شیطان یادآوری را از خاطر او برد و بعد از آن چند سال در زندان باقی ماند راجع به عدالت عزیز هم در اینجا خیلی آدم چیز میفهمه که زندانیان رو وقتی به زندان میانداختن به جای اینکه بعد از زندانی اونها رو محاکمه کنن بعد از زندانی فراموش میکردن اونها رو و این گفته بودی که به ربت بگو به اربابت بگو که این یوسف خان در زندان هستن ها حواست هست سر جریان خانمتون ایشان اومدن زندان خودتو مگه نگفتی من بیگناهم مرد حسابی اینا رو گفته به اون یه زندانی ایش آزاد میشه برو بگو ولی چون شیطان از یادش برده بود که این حرف رو بزنه در اثر عدم اطلاع عزیز مصر سالها یوسف بیچاره در زندان باقی میماند و قال و گفت یوسف گفت للذی به کسی که ظن قرار بود که انه ناجین نجات پیدا بکند من هما از یکی از اون دو اذکرنی گفت که در واقع اشاره بکنید به من یاد و بیاورید من رو عند ربک پلوی ارباب خودتون که میرید اونجا یه تذکری هم بدید که یوسف هم در زندان هست بیگناه
فانساه. ولی مورد نسیان قرار داد ایشان را، فراموششان ساخت. الشیطان شیطان ذکر یاداوری را، ربه برای اربابشان، فلبث پس که به یاد بیاورد، ببخشید، پس فلبث باقی ماند و به جا ماند در السجن زندان بضع سال، بسیاری سینین سال، چندین سال. گفت که یکی از اون دو نفر که آزاد میشد گفت یادت باشه پروی ارباب، ارباب عزیز مصر بود دیگه، اونجا بگو یه کسی بیگناه تو زندان افتاده، یادتون باشه، فقط همین که خب بیگناه بوده میوردنش بیرون دیگه. اون هم شیطان فراموشش میسازه که پروی رب خودش، پروی ارباب خودش یوسف رو به یاد بیاره یا یاد اربابش میاندازه و نتیجتاً باعث میشه که یوسف سالها در زندان باقی بماند. در آیه شماره 43 ملک گفت، پادشاه گفت که من در خواب 7 گاو چاق و فربه دیدم که 7 گاو لاغر گاوهای چاق رو میخورند و 7 خوشه را سبز و 7 خوشه دیگر را خشک میبینم. ای بزرگان، اگر تعبیر خواب میدانید در باره آن نظر دهید. و قال الملك، پادشاه گفت، اینی قطعا من واقعا این خواب رو دیدم، اما 7 بقرات گاو های سیمان فربهی، یأکلهن میخورند ایشان را، 7 عجاف لاغر، یعنی گاو لاغر. من در خواب 7 گاو فربه دیدم که 7 گاو لاغر اونها را میخورند. و 7 سنبلات، و 7 خوشه خضرین سبز دیدم، و اخرا و دیگر این که یابسات مثل همون اون 7 خوشه یا خوشه های دیگر رو دیدم که خشک هستند. یا ایها الملأ، ملأ به معنای ملا هست، ملا یعنی کسی که املا میکنه، املا یعنی که امر کردن و فرمان دادن، فرمان ملایی میشه املا، و ملا کسی است که تو مدرسه هم دیدید که شما، املا یعنی دیکته، دیکته هم یعنی که استبداد، یعنی که خودسری، یعنی تکروی، یعنی فرمان خارج از مشورت، فرمان خشک، استبداد، دیکتاتوری.
ملا یعنی دیکتاتور، یعنی فرمانده. فرمانده خارج از عدالت، خارج از قانون، خارج از شورا، فقط بر اساس تصمیم و خواست و هوس خودش. مثلا اسم ملا یعنی دیکتاتور هوسباز، یعنی دیکتاتور زورگو، یعنی دیکتاتور منحرف که هر جایی بالا می نشینه و کودتاچی دائم. این معنی ملاست. در اینجا می گوید که یا ایها الملا، الملأ، ای ملاها، افدونی، فتوا بدهید، فی در رؤیای، اون چه که من خواب دیدم، رؤیای مرا فتوا بدهید. تقاضای استفتا میکنه اون. اگر این کنتم، میتوانید، لرؤیا، اگر هستید در امر رؤیا، تعبرون، عبارت عباده تعبیر کننده، اگر قادر به تعبیر رؤیا هستید. در آیه 44 گفتن اینها خوابهای پریشان است و ما تعبیر این خوابها را نمی دانیم. قالو، اضغاث، گفتن اینها پریشانیست، احلام، پریشان، دیدارهای پریشان گونه است. و ما نحن، و ما نیستیم، بی تأویلی، به تأویل الاحلام، پریشانگویی در خواب، خوابهای پریشان، بعالمین، دارای آگاهی و علم. ما علم تعبیر خوابهای بی سر ته پریشان رو نداریم. پس تا اینجا تکلیف اون دو نفر روشن میشه و تکلیف یوسف هم روشن میشه. حالا یوسف در زندان، پادشاه هم یه خواب دیده که خوابش رو تعریف کردیم. هر چه معبر صدا میکند، معبرها نمیدانند. در نتیجه در آیه های بعدی میبینیم که پای یوسف دو مرتبه به میان میاد و خواب ایشان رو، خواب پادشاه رو، باطل اعلام میکنند و پادشاه رو حواله میدن طبعا به یک معبر دیگری. دقایق کوتاهی به تنفس میپردازیم، باز میگردیم با شما خواهیم بود.